21 تیر 1401 برای دفاع از حقوق زنان اعتراض کردم و خواهان اصلاح قانونهای غلط ضد زن شدم که کمتر ما زنان را مورد تبعیض بی‌عدالتی قرار بدن. ولی مسئولین به جای رسیدگی به اعتراضم، جواب اعتراضم را با ظلم دادن و من و 9 مادر زندان محبوس کردن و از شنیدن صدای عزیزانم فرزندانم منو محروم کردن، حتی از دیدن اونها منو محروم کردن. ولی میبینید که من هنوز حرفم ایستادم، چرا که حرفم به حق بوده. در راه حق سکوت نکردن و جان دادن افتخاره، نه اینکه سکوت کنی زیر بار ظلم و ستم بری تا اینکه بخواد جونت حفظ بشه. جدیدن برام یک حکم تبلیغ علیه نظام صادر شده و منو به 1 سال حبس محکوم نمودن. از خانواده من خواستن، یعنی از پدرم خواستن که منو تا 3 روز دیگه تحویل دادگاه بدن. الان 15 روز از اون گذشته، 15 روز دیگه من باید خودم رو به دادگاه معرفی کنم. و به پدرم گفتن که اگه مجدد دخترتون به هم پوشش که خودش دوست داره اینجا بیاد، براش بد تموم میشه. اینجا میخوام به اون مسئولین بگم دادگستری یا دادگاه یک مکان عمومیه و جزوی از جامعه است و حق انتخاب پوششم باید یک امر اختیاری باشه، نه اجباری. من مجدد با همین پوشش میرم، به احتمال زیادم بازداشتم میکنن و در زندان محبوسم میکنن و مجدد به احتمال زیاد ممنوع تماس و ممنوع ملاقاتم میشم. خیلی هم به این میگن که تو تنهایی و مرد هیچ حامی نداری از سوی مردم. میخوام که از تمام هموطنان که منو حمایتم کنن تا بهشون ثابت بشه حرف ما مردم یکی است و خواستامون یکیه و کنار هم هستیم، با اتحاد می جنگیم تا به حقمون برسیم. اگه یادتون باشه من گفتم علیه سکوت خودم قیام کنم. این قیام ادامه داره تا زمانی که یاد بگیرن به دختران و زنان شجاع سرزمینم بی حرمتی نکنن و به خواسته هاشون اهمیت بدن. جانم فدای تک تک تار موهای دختران و زنان شجاع سرزمینم، جانم فدای خونهای ریخته جوانان کشورم، جانم فدای چشمان نابینا شده عزیزان کشورم.